علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه، شبتونم بخیر باشه. بغل هر کیم نشستین خیلی بهتون خوش بگذره. من که الان مثلا بغل آقای فرهانی هم خیلی بهم خوش بگذره، همینطور خیلی بهم خوش بگذره. من مشغول خوندن این کامنت ها بودم. به 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 به، خب این داستان در واقع سریال دردی کله خاش به فضای مجازی باز شده. 9311 من آخرین پست آقای مسی رو داشتم نگاه میکردم در اینستاگرام، 70,000 تا بود. 70,000 تا بود، نه این 709 تاست، چون که خیلی پر ستاره است. ایشالله که و ستاره های خیلی پر طرفدار توش هستن، مثل حامد بهداد، باران کوسری. جاش خالی بود باران کوسری امشب دیگه، و خیلی از عزیزایی که ستاره اسکندری همجوزا دارن. امشب ما 3 ساعت و نیم اینجا بودیم، سرپا من و حمید و خسرو و کوروش، تا یه گزارش خیلی ناب و تکرار شاید نشدنی رو براشون. آره خدا رو شکر، خیلی چهرهای دوست داشتنی و ستاره جلوی دوربین تیوی پلاس قرار گرفتن، از بهمن مفید تا شیلا خداداد و حمید رضا آذرنگ و حامد بهداد و لاله اسکندری و ستاره اسکندری. یه خبر خیلی خوب هم براتون دارن که حالا شیلا در خلال این گفتگوها میبینین. فقط هم از تیوی پلاس میبینین، داره رسانه ای میشه این اتفاق. بعد یه اتفاقی امشب افتاد آقای فرهانی، بح بح بح، اینه که آره اولین بار در تاریخ دروغ تخصیص این رسانه ما داریم دو نفره در کنار هم دیگه با دو تا میکروفون پلاتو میگیم. اتفاق غریبیه، قابل توجه اونایی که رو فیسبوک و اینستاگرام تیوی پلاس به صدای ما گیر میدن، حتی بیشتر به تصویرهای کوروش گیر میدن. نه تصویرهای کوروش خیلی خوبه، چون خیلی کار سخت میده، به صورت فصلی هم کنم خیلی سخت. ایشالله که گزارش خوبی باشه. تیوی پلاس رو دنبال کنید، دوستش داشته باشید، تو صفحات مجازی هم کنار ما باشید. باشید همینجا با من دست میده بابا. بله قربان، باش من کلاه آقای مفیدم ببرم. خواهش. حضورتون تو مراسم رونمایی از دندون طلا یعنی که ما شما رو تو این کار میبینیم؟ توی این کار نه، ولی خواهر من خانم هنگامه مفید نویسنده این برنامه بودن، دوست بسیار عزیز و هنرمندم آقای میرباقری این کار رو دارن میکنن، دوست بسیار بسیار عزیز و هنرمندم هم که این مراسم رو گرفتن آقای عبداللهی، از بچه محلهای خیلی قدیمی که با هم بزرگ شدیم، ایناست که منم اینجا نگر میداره. پتانسیل بهمن مفید شدن رو توی هیچ کدوم از بازیگرهای نسل جدید ندیدین؟ مثلا میگه آقا این خوبه، مثلا کاراکتر خوبیه، مثلا یه سکانس درخشان اخمان یادمون نمیاد بازیگرمون. والا من فقط براتون بگم که 35 سال از زمان قدیم، 37 سال از زمان قدیم گذشته، هیچ چیزی نمیتونه بدتر شده باشه توی 35 سال، همیشه جلو میرن. اینایی که هستن همشون به من مفیدن ماشاءالله. میگن که خانم اسکندری دندون طلا یه کار خیلی متفاوته که میتره کنه، درسته؟ والا من تقریبا سال 78 یعنی 16 سال پیش این کار بر صحنه بود و تقریبا نزدیک 6 7 ماه اجرا شد و جز پربیننده ترین تئاترای اون دهه و پرفروش ترین کارا شد. من فکر کنم قطعا حالا با این در واقع 15 16 سالی که بر این کار گذشته و حالا در واقع تغییراتی که در قصه اتفاق افتاده، فکر میکنم که خیلی مخاطب خوبی داشته باشه و مردم دوست داشته باشن این کار. چون چقدر تغییر کردن تو این سالا بعد از همه سال، 15 16 سال زمان گذشته دیگه. الان فکر کنم ستاره مثلا اون موقع حالا سنش لو به دوید دختر 20 اندی ساله بوده، حالا اندش آره، ولی خب قطعا خیلی زمان گذشته و حالا خیلی همه آدم ها با تجربه تر شدن، ولی من فکر میکنم خروجی خوب داشته باشه. اون چیزی که آره دوستان پشت صحنه هم میگن خیلی راضی بودن از کار. الان خدا رو شکر. حامد جان بعد از یک دوره‌ای که فکر کنم یک همکاری انتخاب شده رو داری طی می‌کنی، تو دندون طلا داری می‌بینید با یک نقش متفاوت، با استایل متفاوت و اصلا یه حامد بهداد متفاوت. نه کمکاری رو که دقیقا نمیدونم معنیش، مثلا سالی چند بار فیلم بازی کردن یا نکردن میشه کمکاری، اما گمان میکنم که دندون طلا
پروژه خوبی باشه برای حضور به هم رسوندن در عرصه نمایش، قطعا اینو مطمئن باشم. این بخشه کاری که ما داشتیم میدیدیم، تو هم بازی میکنی هم میخونی، یعنی من دیدم که تو آوازم میخونه دیگه، دو تا انرژی مختلف باید میذاشتی احتمالا برای این دو تا کار دیگه. نه، به خاطر علاقه مندی به موسیقی و اون هم تجربه خیلی دورادور و خام و نپخته، شاید عوامل فکر کردن که سراغ اون بازیگرهایی برن که تا حدی خیلی، حالا حتی همینقدر با موسیقی ارتباط داشته باشه. فقط این برای این بود که بتونیم مقداری کار را بندازیم، و الا بهتر بود که سراغ خواننده، به نظر من حرفه‌ای، خواننده حرفه‌ای می‌رفتن که میزانی با بازیگری آشنایی داشت. موسیقی چون عرصه من نیست خیلی سخت بود، یک کمی طول کشید تا همین میزان هم صدام کوک شد، یعنی تصنیفای اولو کاملا بد خوندم، بعدیا رو یه خود بهتر شد. چشمای من سگ داره. تو یه زن زحمت کشی پس قانه حیف تو نیست دلت سیاه باشه زن. یه اتفاق خوبه دندون طلا، فکر میکنم تو رسان شبکه رسانه خانگی بگین که بعد از فکر کنم 16 سال گذشته دیگه، بعد این 16 سال چطور کار کردن با آقای میرباقری و اصلا اصولا دندون طلا چقدر توفیق پیدا کرده با اون تئاتره؟ طبیعتاً ببین، یک کاری که مثلا چه هم 100 دقیقه 120 دقیقه بر صحنه بود، الان تبدیل شده به یک کار فکر می‌کنم نزدیک 500 600 دقیقه، و این امکان رو پیدا کرده که خب خیلی گسترده‌تر کار بشه. و همین که میگم این جمله من انقدر تکراریه ولی دوستش دارم، و اینکه به هر حال تفاوت این که تو تئاتر کار می‌کنی و همیشه یک حسرت و خاطره‌ای فقط ازش داری، تا اینکه یک نقشی رو میاری جلوی دوربین ثبتش می‌کنی و برای همیشه اون نقش وجود داره، خب اصلا خیلی خیلی اتفاق واقعا هیجان انگیزیه برای من. بازگشت طوفانی هم برای ستاره اسکندری هست این کاره، نه؟ امیدوارم. به هر حال حداقلش اینه که 16 سال تجربه بازیگری پشت این نیر نهفته است، که اون موقع فراموش نکنین که اون اولین کاری بود که من در کنار یک سری اساتید حرفه‌ای در داشتم کار می‌کردم و طبیعتاً پر بودم از ترس، بی‌تجربگی، اصلا احساس می‌کردم فاصله‌ام با آقای میرباقری از میدونین اینقدر بالا، آقای میرباقری جرئت نداشتم، نمی‌ترسیدم. ولی خب طبیعتاً الان، نه اون موقع، الان که دیگه رفیقم، الان که دیگه مگه ندیدین حامد مهتاب داوود طلا در حد یه خطی راجب قنبر به ما توضیح بدین؟ درسته که عاشق نگر میشه؟ چه خوبه وقتی به یه مرد تکیه داری که ناموس پرست. هیچ وقت دنبال محبوبیت نبودم، تو کارهای خودم هم همیشه نقش دراماتیکی رو انتخاب میکنم، نقشی رو که از افت و خیز برخوردار باشه، نه نقشی که محبوب باشه. خیلی وقتا بوده که یادمه که سر چیز، سر ولایتش، من دیگه بدترین آدم، یعنی اون علی ابن عثمان رو بازی میکردم که دیگه میرفت امام رضا رو بکشه. بعد آقای لاریجانی به من گفت دیگه از این رول بدتر نبود که تو انتخاب کنی. مطلب برای بازیگر بحثه، برای من حداقل که به بازیگری فکر میکنم نه به محبوبیت، مسئله افت و خیز و چگونگی شخصیت مطرحه. قمبرم از این مستثنا نیست، قمبر هم صفات بد داره هم صفات خوب داره، هر دوش هست، هم عاشق میشه هم فارق میشه، و یه ولی شخصیت جذابی از نظر دراماتیکی و بازیگری است. ترجیح میدادم واقعا، از خدا میخواستم که حنجره ایرج خواجه امیری بزرگ توی گلوی من کار گذاشته شده بود، حداقل برای یک ماهانه. من حتی خواهش کردم که بخشای موسیقی و جشنای عروسی و بخشای مطربی رو دیرتر برای فیلم برداری بذارن و اجازه بدن که من آماده شم، ولی چون مسائل تولید همیشه موجوده و با
کمبود مواجه بودیم بلافاصله اون سکانس ها رو گذاشتن و من اصلا آمادگی نداشتم. به هر حال الان خیلی امیدوارم که فردین خلعتی رسیدگی کرده باشه به امور صدا و مهندسی در واقع صدا و موسیقی، که در واقع تا یه حدی بتونیم تماشاگر رو حواسش رو پرت نکنیم و همراه با خوندن اینا بیاریمش تو ماجرای نمایش و اینا. ببین کار خوب به نظر من اینجوری نیست که در پرده ای از محاق بمونه و مهجور واقع بشه، خصوصا سریالی که خواستگاه مردمی داره، از فرهنگ خودمون برخواسته است و به نظر من خیلی بر دل مردم می نشینه. شاید اتفاقاتی در این کار می افته که ما تو کمتر سریالی دیدیم. موسیقی دوره سیاه بازی چیزیست که ما اصلا نداریم. خاطرخواهی یه شب و یه روز، بشه دو سه روز، بوزه و لاغوز، عره و اوره و جفتمون جوره و شب تا سهر زنگ موره، چیه و چیه و چیه هستش، آفتاب لگن تو دست. تجربه شما تو مدیوم شبکه رسانه خانگیه و احتمالا شما تجربه بیشتری هم دارین دیگه، تفاوت این دوتا چیه با هم دیگه؟ خب تفاوتش که علال عاده خیلی زیاده، من توی مجال کوتاه نمیتونم بیان کنم. شاگوش یک کار طنز مفرحی بود، دندون طلا یک کار خیلی جدیه و با مضامین خیلی تراژیکی که به هر حال بعد از 15 سال هنوز برای من طرح این مسائل جالب بوده، جاذبه داشته که رفتم به سمتش. تفاوت‌های معنایی و فرمی بسیار زیادی داره. حالا فرمش رو عرض کردم، در معنا هم احتمالاً اتفاقات جدیدی میفته تو دندون طلا که بهتر تماشاگرها ببینن و بعد مقایسه کنن با شاگوش، متوجه این تفاوت‌ها خواهند شد. از نظر تیم و ترکیب هم که ترکیب فوق‌العاده‌ای داشتیم دیگه، هم در حوزه بازیگرها که دوستان خیلی با عشق و علاقه و انگیزه خیلی زیادی کنار من حضور پیدا کردن، با توجه به مجال کمی که بود وقت بسیار زیادی گذاشتن که من واقعا از همه شون ممنونم به دلیل سختی هایی رو که تحمل کردم. امیدواریم به هر حال این سختی ها در خود کار منعکس بوده باشه و تماشاگر هم متوجه بشه که برای این کار زحمت زیادی کشیده شده. من دندون طلا رو تو صحنه دیده بودم، همون موقع هم خیلی خوب بود، ولی خب اجزا شدم نبود، ولی همون موقع استقبال زیادی از دندون طلا شد، که از پربیننده ترین تئاترایی بود که تا دهه 70 بودم. بعد خیلی خوشحال شدم چون همون موقع هم فکر میکردم اصلا کارهای داوود هم اون حتی معرکه در معرکه هم میتونه. برحال چیز کردم، قبول کردم، گفتم باشه من هستم، بهش بگو من هستم. بعدم رفتم گفتش که نقش قنبر رو بازی کن، که یادم بود که مرکز اتفاقاتم که تو قهوه خونه آقای فخیم زاده است دیگه. به شدت اثر گرانبها و نفیسی خواهد بود و گمان میکنم که مردم این حوصله رو داشته باشن که این پکیج رو جمع کنن و یک جا توی سبد خرید خانه شون اینو بگذارن و داشته باشنش. بدون تعارف حامد بهداد با حضورش در انطلا میتونه تکون بده بازار راکت شبکه خانگی رو که بالاخره تولید کننده هم امیدوار بشن. بله اصلا بس همین گفتن داوود طلا دیگه، چون کار خیلی خوبیه دیگه، چون راضی بودن که گفته دیگه. آره واقعا اسمش داوود طلا هست. فامیلی سرخوش، فرزند عنایت‌خان سرخوش. عنایت‌خان سرخوش چی باشه؟ کاکاسی ها که تو باشی؟ من دلم واسه کاکاسی ها تنگ شده، باقی بهونه هست. شنیدم الان کل پروژه یعنی تموم شده و بعد قراره که عرضه بشه، درسته؟ یعنی فیلم برداری تموم شده، درسته؟ این یه سکانس مونده که این یه سکانس انشالله ظرف همین روزهای آینده خواهیم دید. این یکم ریسک نیست آقا، چون معمولا این کارا رو یکم میشه میذارن موقعی که بیننده دید، مثل شاهگوش که روی ریاکشن های بیننده برن جلو. اتفاقا یکی از مشکلات تو این هم حوزه همینه، قصه رو که نمیشه هر آن به همش زد و تغییرش داد. قصه اگه قصه باشه ستون ها و پایه هاش از اصل و اساس باید طراحی شده باشه. دندون طلا نمایشی بوده که از قبل من تست کرده بودم، کار کرده بودم. نه به هیچ وجه ریسک نیست، اتفاقا بهتره به این دلیل که مخاطب خیالش راحتی که کار بله تولید شده و به سرانجام میرسه. اصلا اشتراطی نیست دیگه، 5 قسمت تولید کردن بعد نگه داشتم اینا مخاطب چه قسمت بعدیش هر موقع مخاطب دوستش داره. آقا خیلی ممنونم.